کارش ازشون بر نمیاد وعده ندن. رفیق نیمارا با خدا، رفیق نیمارا با دوست همسایه و همولایتی این روزگار از هرسمون از بیکاری فشار آورده است. این جوونا داره این مدل گلایه میکنن. رای میدی؟ چرا؟ زیاد مهم نیست. موضوع انتخابات در خانواده ها مطرح می شود. الو سلام علیکم، بخش خانواده صدا و سیمای جمهوری اسلامی، من ماسبندی خبرنگار واحد مرکزی خبر هستم. همونطور که اصلا شما نمیدونید که من یه خبرنگار هستم و من هم اصلا نمیدونم که شما یه خانواده اونجا هستید، شما اصلا در جریان نیستید که قرار من باهاتون مصاحبه کنم. خیلی طبیعی و اتفاقی زنگ خونه شما رو زدم، اصلا هم نمیدونم درباره چی میخوام با شما مصاحبه کنم. شاید انتخابات، شاید. لطفا خیلی طبیعی در رو باز کنید. اصلا من هم نمیدونم که در خونتون از کدوم بره. خب همینجوری مثلا خوردم به دیوار. در خونتون پس کجا بود؟ بچه ها یه خورده سریعتر، همین یه دونه خونوار رو پیدا کردیم ها، خرابش نکنید. برو آقا جون برو. خانم مرزبندی شما این؟ شما اومدین مصاحبه درست کنین؟ بابا از صبح تا حالا 10 تا خبرنگار اومدن با این خانواده مصاحبه کنن، من میخوام سریال درست کنیم حالا. بس حالا هم نداره، بیاین تو بیاین تو دیگه چیکار کنیم، من یه خانواده هستیم. به 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 به، عجب خونه قشنگی دارید شما، این حوزه انتخاباتی میمونه واقعا. عجب خونه، همه قیافاتون هم که انگار مهر انتخابات خورده. به 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 به، چه حضور بانشاطی در عرصه انتخابات دارید. بله آری غلام، من اسم اینو از کجا فهمیدم؟ من که قرار بود اینا رو نشناسم که. ام نداره غلام، بابا یه فعالیت انتخاباتی بکن بفهمیم زنده ای تو. اصلا احسن احسن، واقعا عجب خانواده انتخاباتی. ببینید من از طرف صدا و سیما مزاحمتون میشم، اومدم از طرف صدا و سیما به شما خانواده انتخاباتی بگم که جان مادرتون میای رأی بدین. نه رأی بدین دیگه بابا، بریم یه چای بریزیم. چی؟ چای بیارم؟ بابا جان اینو قرار نبود الان بگه که، چرا الان گفتش؟ بابا چای بیارم بعد آخر برنامه میگفتی. عجب، ببین الان نمیخواد بره چای بیاری. الان عرفی ترین وظیفه هر نفر این است که رأی بدهد. شما بشین من میرم چای میارم، شما فقط رأی بده. بابا غلام، بابا خیلی مصنوعی شدی. بابا مثلا اومدیم سرزده از انتخابات از اینا مصاحبه بگیریم و او طرف جورابش هم باشه داره روزنامه هم میخونه. خیلی دیگه داره مصنوعی بازی میکنه دیگه، اصلا تو ذوق میزنه. میدونی داستانی شده، خودت خندت نمیگیره؟ البته شدیدن نه، ولی گاهن چرا. ولی من که شدیدن خندم میگیره. عجب بابا، ولش کن ولش کن. من اصلا مصاحبه شما به عنوان یه پدر پیرو به ولی فقیه، چه کاری میتونی برای آینده بچه‌هات بکنی؟ سعی میکنیم فقط بچه ها رو آگاه بکنیم که رأی بدن. حالا انتخاب با خودشونه، چون به هر حال ارتباط جمعی هستش، خودشون اطلاعات کافی دارن، سواد و عاقل و بالغ هم هستن. بله پدرهای بیننده، لطفاً از این پدر رأی ریز یاد بگیرید. بچه های عاقل و بالغتون رو در برابر دو گزینه قرار بدید، یا رأی بدن یا اینکه تا جایی که میخورن همچین بزنید در بود آغونشون کنید، یا از ارث محرومشون کنید. آفرین به بهترین بابای دنیا. آقا نه بابای منم مثل این بود، الان رئیس صدا و سیما بود. خانم مرزبندی شما هم باشو برو یه مصاحبه بکنید، تکونی بخور، فعالیت انتخاباتی بکن لااقل. برو. چی میکنی؟ با سلام به امام راحل، من به عنوان پسر خانواده دارم مطالعه میکنم. یه کتابی هستش که نوشته چگونه میتوان با رأی دادن زندگی آرامی داشت. الان تموم شده. تموم شده. الان چیکار می‌کنی؟ الان شغل اصلی من رأی دادنه. من رأی منتظر میشم تا روز انتخابات برم رأی بدم. تا اون موقع هم که شب و روز می‌خورم می‌خوابم تا روزش برسه. خب چه خبر؟ از حال و هوای جامعه خبر داری؟ جامعه؟
نمیشناسم. من فقط انتخاباتو میشناسم که اونم حالا هواش داغ داغه. مثلا هنوز خیلی داغ نشده شده؟ آره داغ اصلا بعضی جاش داره میسوزه، اصلا یه سری جاش هم تاول زده. به خاطر همین من میخواستم به همه جوونا پیام بدم که اگر میخواین جاش تاول نزنه بهتره برین رای بدین. بیان نگون عزیز، سرنوشت کشور و احساس مسئولیت. یا روزی جمعی دست خانواده تو بگی، یه هوای تازه کن، یا کنار صندوق اصلا فوش برمیز بندازون، اصلا همون کاغذ بستری بچه تو بنداز تو صندوق رد، تو فقط بیا یه جوری بیا با فقط فیلو تو بگیریم با بچه خانوم ارزندی برو. واقعا چقدر طبیعی بود، واقعا چقدر طبیعی بود. هر کسی این فیلمو ببینه آقا تنها واکنشش اینه که بیاد رای بده. منم چون این فیلمو دیدم الان میرم رای بدم. همه بیان رای بدن. همه